أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الحمد لله رب العالمين، وخير العاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه ولمن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب فضلك، ويسر علينا خزائن علمك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سورة مباركة تين الجملة سورة هاي مكية است. بعد از سوره مبارکه بروج نازل شدن در ترتیب مصحف، در ترتیب نزول 28 سوره است و در ترتیب مصحف 95 سوره است، دارای 8 آیت می باشد. در سوره مبارکه شرح گذشته احوال پیامبر علیه السلام که برای ما شما توضیح داده شد، در این صورت احوال نوع انسان را به بحث می گیرد و انسان را به دو دسته تقسیم می کند که گروه انجام و عاقبت خوبی را داشته می باشد و گروه هم بدبخت و بیچاره می گردد. سوره مبارکه تین سه موضوع را دنبال می کند. یکی بیان تکریم نوع انسانی، چرا که الله متعال انسان را به بهترین قامت و زیباترین صورت آفریده است. محور دومش تفاوت پاداش دو گروه بر اساس تفاوت عمل، گروهی که با ارتکاب کفر و شرک و انکار قیامت در پایین‌ترین طبقه دوزخ قرار می‌گیرند، و گروه دوم کسانی که به سبب ایمان و اعمال صالحه‌شان بهترین پاداش را به دست می‌آورند. محور سوم اثبات قیامت و بیان عدل الهی در ثواب و عقاب است. بسم الله الرحمن الرحیم. و التین و الزیتون، سوگند به انجیر و زیتون و سوگند به زیتون، و طور سینین و سوگند به طور سینین، و هذا البلد الامین و سوگند به شهر دارای امن و امان. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، براستی که ما انسان را در بهترین شکل و صورت آفریدیم. ثم رددناه اسفل السافلین، سپس ما او را فروتر از همه پستان گردانیدیم. الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، جز کسانی که ایمان بیاورند و عمل نیکو انجام دهند، فلهم اجر غیر ممنون، پس برای ایشان پاداش ناگسستنی و بی‌منت است. فما یکذبک، پس ای انسان، ای انسان ناسپاس، فما یکذبک بالدین، چی چیز باعث می شود که تو روز جزا و معاد را تکذیب کنی؟ الیس الله باحکم الحاکمین، آیا الله
داورترین داوران نیست؟ آیا حاکمترین حاکمان نیست؟ این سوره سه مطلب را میگیرد که تکریم نوع انسان و آفرینش او به بهترین صورت، تفاوت پاداش حسب عمل و اثبات عدل الهی. ابتداعا تکریم میبخشد جامعه انسانی را و میفرماید که و تین و زیتون، سوگند به انجیر و به زیتون. دیروز ما عرض کردم که سوگند هایی که مخلوق میگیرد به خاطر چی است؟ ضعف خود را به نام خداوند متعال جبیره میکند و ارگا الله متعال سوگند میگیرد، قضیه عکس اول است، به این معنا که جامعه انسانی ضعیف است از نظر ظرفیتی، پس به مخلوقات سوگند گرفته می شود که ارگا در او انسان توجه بکند به علمش می افزاید. هر قدر که علمش بیشتر می شود به امو اندازه حکم حاکم را و پیام حاکم را به بهترین وجه می داند درک بکند. بناهن پروردگار ما به مخلوقات سوگند میگیرد که او مخلوقات با ما نزدیک است و همیشه با او سر و کار میداشته باشیم. ارگا در او بیاندیشیم به ظرفیت علمی ما افزوده میشود. بناهن انجیر هم از امون نعمتهای بزرگ الهی است که برای ما شما عطا کرده، هم از نظر منافعش ما علم سرش داشتیم، هم از نظر لذتی که در اون میوه است، و هم از طرف دیگری بسیار نحیف است این میوه، زود هم تخریب می شود و از بین می رود. ما در قرآن کریم این تعبیر را خواندیم که نعمت ها همش از طرف الله متعال است و ما بکن من نعمه فمن الله. هر نعمتی که ما از او استفاده می کنیم رب العالمین برای ما شما عطا کرده است. از طرف دیگری میگوید که و اما به نعمت ربک فحدث، پس به نعمت های پروردگار تحدث بکو، او را به زبان بیار و شکر از او را ادا بکن. از طرف دیگری به ما این را میفرماید که و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگر شما نعمت خدا را یک بار پیش رویتان بگذارید و در او بیاندیشین، چنان راه های تقرب را به خداوند متعال دم یک نعمت پیدا میکنین که لا حساب است. بنام در اینجا که میگه و تین، سوگند به انجیر، حکنون این سوگند به انجیر که شد این را پیش روی تا بگذارید. پرسان بکو که شیرینیش از کجا شده، پرسان بکو این دانه های مقبول که در گرداگردش جای گرفته این چی است؟ با در داخل دانه هایش باز هم میبینی که شیرینی در شیرینی است. بعد از اون باز میبینی که خشکم میشود، تر هم خورده میشود. از طرف دیگری ایران باز مطالب بود که با این نحافت نحیف بودنش که است و زود تخریب شدنش است، باز میبینی که میتونی ایره خشکم بکنی. این پهلوهای متعدد از ایره که میگیری ایره بگذار که چه فواید برای انسان میرساند. شما باور بکنین که ما ده ها نفر دیدم که امی سینیش همیشه گرفتگی می بود و نفس تنگی داشت. ارگو امی انجیر را با شیر جوش بدهد و بخورد، الله متعال امی کل بلغم و تکلیفی که در سینیش بود امور الله متعال بس برطرف می کند. بنان منافی بسیار زیاد طبی دارد، امی رقم منافی دیگری فکری دارد که در او انسان می اندیشد. پس قرآن کریم امون نزدیکترین میوه‌ای که ما کت سر و کار داشتیم و مردم عرب به طرف شام به خاطر تجارت بیشتر می‌رفتند، بنان با این را می‌دیدن از این استفاده کردن. از این خاطر خداوند متعال امون نعمت را برش چی می‌کنه؟ برش به معرفی می‌گیرد. و تین، سوگند به انجیر، و زیتون، و سوگند به زیتون. این اردو امون نعمتی است، امون میوه‌ای است که بسیار زیاد از بهش استفاده می‌شد در شامات و مردم عرب با او انس داشتند. پس مراد تین و زیتون همان دو میوه مفید که هم جانب تغذیه دارد و هم جانب دارویی و تداوی دارد. پس به خاطر همین منافع الله متعال این دو میوه را
مطرح میکنه و به او سوگند یاد میکند. و یا اینکه مقصود از تین و زیتون تون خود میوه نیست، بلکه محل رویش از است که کنایه از سرزمین شام و بیت المقدس است. بنان خود قضیه نیست و تین و زیتون سوگند به جایی که در اوجا انجیر و در اوجا زیتون چی میشود؟ میروید. زیرا ار دو جایی که از نظر محل بسیار جای مبارک است. ما شما میبینیم که سرزمین انبیا علیه السلام خصوصا محل بعثت حضرت عیسی علیه السلام به منصب رسالت همین جای است. پس از این خاطر مراد میوه نیست، مراد محل پیدایش امی میوه که همان شام و بیت المقدس است. این دو هدف است، سوگند به این سرزمین مبارک و به این سرزمین با منفعت معنوی و طور سینین و سوگند به طور سینا. به طور سینین نام همان کوی است که در صحرای سینا در کشور مصر قرار دارد و در همین مقام الله متعال حضرت موسی علیه السلام را منصب رسالت عطا فرموده است. در این طور سین وقتی که برین امو کوی هم است که وقتی که حضرت موسی علیه السلام گفت که پروردگارا میخواییم ببینم، الله متعال برش فرمود لن ترانی، ای موسی نمیتانی با این چشمهای مادی امروزت مرا ببینی. باز به خاطر که امو سوالش که مطرح کرده به جای مطرح نشود گفت که ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. اگر تو یک بار به میکویی که پیش روی تست به او یک بار نظر بکن، اگر کو تانست تحمل دیدن مرا بکند فسوف تراني پس تو هم خواهی دید. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. وقتی که رب العالمین فقط تجلی به طرف کو کرد، ای کو اموت ذوب شده. شما که ذوب کرد برین مرفتم او کوره که ببینه کاملا ذوب است. تو یک عملا میبینی که مثل که چیزی که اموت ذوب شده بودم شده را میرود، امو رقم لحشم شده و امو رقم ذوب شده است. بنابراین قرآن کریم با او رقم کوها چی میکند؟ با کوهی که در مقابل از او قرار داشت با او را دید، این رقم کرد. این طرفش هم کوهی است که به حضرت موسی علیه السلام وحی شده و طور سینین و سوگند به طور سینا. بعد میگه و هذا البلد الامین و سوگند به شهر امن و امان که شهر مکه مکرمه است. چند سوگند گرفت؟ تین یک سوگند شد، زیتون دو سوگند شد، طور سینین سه سوگند شد و هذا البلد الامین و سوگند به این شهر امن و امان. امن و امان به این شهر هم سوگند میکنه که مقام رسالت رسول ما صلی الله علیه و سلم است. پس ما عرض کردم که هدف از انجیر و هدف از زیتون محل است. وقتی که محل مطلب شد پس جای بعثت حضرت موسی حضرت عیسی علیه السلام مراد شد و طور سینین محل بعثت حضرت موسی علیه السلام مطرح شد و هذا البلد الامین محل بعثت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم مطرح شد و هذا البلد الامین. پس این عرصه پیغمبران به جایی که مبعوث شدند به این الله متعال سوگند میگیرند. بعد از ذکر ایسی سوگند حالا به ذکر جواب از این سوگند میپردازد. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، براستی که ما انسان را در بهترین شکل و صورت آفریدیم. ما انسان را به بهترین شکل و صورتش پیدا کردیم. اکنون شما فکر بکنین که این انسان عجیب قامتی دارد، از حیثی که به دو پای می رود هیچ نوع مشکلی هم در رفت و آمد برش تصور نمی شود. در پنجش چیزی بایی قرار گرفته، در مفاصلش عجیب است، به هر طرف که بخواه خود را میتونه پخش بکنه و هیچ نوع سکوتی را در اونجا مشاهده نمی کنین. چی سیستم بلند عصبی را خداوند متعال برش داده. از نظر فکری انسان را ببینی که تعجب میکنی. میگن که امی بهترین کمپیوترهای دنیا، بهترین کمپیوترهایش، قویترین کمپیوترهایش با یک لکم و یک میلیونم حصه فکر انسان نمی رسد.
که بهترین کمپیوترهای قوی بوده باشد. این مغز انسان عجیب و غریب است. و یک تعبیر دیگه میکنن رگهایی که در سیستم عمیق مغز انسان به کار رفته، اگر این را به خارج تصویر بکنی امی سیستم از دنیا کلان می شود. اما قید بغرنج است. شما فکر بکنید عجیب است، ما انسان را عجیب آفریدیم، تعجب آور مخلوق است. کلانترین مخلوقات را زیر تربیت خود قرار داده می تواند، هر شی وحشی را می تواند رام بکنه، از قعر زمین بیرون می کشد منابع را و منافع را برای خودش، در هر جای قرارش بدی راه بیرون رفت را برای خودش پیدا می کند. ای عجیب مخلوق است. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، براستی ما انسان را در بهترین شکل و صورت آفریدیم، از نظر صورتش مقبولترین صورت را خداوند متعال برای انسان داده است. اتو فکر بکنن که یکی از مقبولی انسان امیسته که الله متعال زیبایی از او را در رویش برش داده، بعد از او بدنش را گذاشته است که خودش زیبا بکند، خودش مقبول بکند، با لباس‌های متنوعی که همه انسان می‌پوشد بعد از این زیباییش افزوده می‌شود. هر با این لباسش از خود دور بکنه از خودش بدش میاد. این تعجب است، وقتی که لباس وجود انسان دور بکنه این قوار خودت خوشش نمیاد، ولی عکس از او لباس‌های مقبول را که هر رقم می‌پوشه و هر رقم می‌دوزه و هر شکل از او تنظیم می‌کنه باز به زیبایی از این انسان افزوده می شود. پس این فکر عجیبی است که برش داده می شود. از یک طرف ظاهر قضیه را در نظر می گیره، از طرف دیگری باز می بینی که در بهار چی را بپوشد، در خزان چی را بپوشد، عطر چی را می گوید، الاخری این کل نقاط است که الله متعال برای انسان داده است. بنان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، این خود در ظاهر امی رقم شد. بعد معنوی انسان خود چنان بلند است که تعجب انسان میکند. این ملائکه کرام وقتی که میگن که وید قال ربک للملائکه اینی جاعل فی الارض خلیفه، قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء، قال اینی اعلم ما لا تعلمون، من میدانم که انسان چی مخلوقی است. اما از خاطر رب العالمین یک حدیث تعبیر میکنه، کنت کنزا مخفیا فاردت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف. پس ما خواستم که انسان را با آفرینش ایره چی بکنم؟ خود را معرفی بکنم. پس الله متعال انسان را آفرید تا اسما و صفات الله متعال را تجلی ببخشد، اسما و صفات الله را تجلی ببخشد. و هر قدر که انسان اسما و صفات الله را تجلی می بخشد و امو اندازه بعد از مرگش چی می شود؟ بقا پیدا می کند. هر قدر که انسان در تجلی اسما و صفات الهی ضعیف بوده باشد بعد از مرگش اما قزود گم می شود. بنان ما شما همی مرده را که می بینیم یکی 40 روز بعد گم می شود، یکی اصلا خبر کس نمی شود که کدام نفر هم مرده یا نه مرده. پس انسان ها خود زیاد هستند. انسانایی که تجلی اسما و صفات الهی را بکند خداوند متعال او را چی میکنه؟ او را بقا میده. این تجلی هم در صنعت و علم هم در معنویت، یعنی در هر دو حالتش. کسایی که در صنعت و علم اونا شکوفایی میکنن و تلاش میکنن مبارزه میکنن، خداوند متعال نام از او را هم در دنیا نگاه میکنن. پس مثلا اینشتین را نگاه میکنن، امی رقم دیگه نامها را نگاه میکنه. چرا؟ یکی از نقاط امی بوده که باید انسان این زمین را آباد بکند و استعمار کن فیها. چقدر که در آبادی زمین مؤثریت داشته باشیم با امو اندازه بقا پیدا میکنیم. با تفاوت چیز، چقدر که در آبادی معنوی ما دست داشته باشیم با امو اندازه در قلوب مردم جای میگیریم و محبت مردم ما با ما بیشتر و بیشتر شده می رود. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما انسان را آفریدیم به بهترین شکل و صورتش. مقصود از انسان جنس انسان است. احسن تقویم بهترین شکل و صورتی که همان اعتدال در قامت، تناسب در اندام. اینم رب العالمین می فرمی یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. پس هر رقم که خدا میخواست ما شما را پیدا میکرد، یک ملی چشم ما تفاوت پیدا میکرد بدرنگ میشود.
یک میلی سوراخ بینیتون تفاوت پیدا بکنه بدرنگ میشه، یک میلی گوشتان دراز شد بدرنگ میشه. بنان رب العالمین ما شما را آفرید به احسن تقویم، در حالی که در تاریکی، در تاریکی، تاریکی شکم، تاریکی شب، تاریکی که هیچ کس در او مداخله نمی کند، ولی این قامت را خداوند متعال برای ما و شما داد، این زیبایی را الله متعال برای ما و شما داد. همچنان شامل همه قواهای معنوی از قبیل نطق و بیان. سبحان الله، شما فکر بکنید این نطق و بیان بزرگترین نعمت الهی است. دیگه مخلوقات از پیش چی هستن؟ از پیشان محروم هستن. الله متعال برای ما در پهلوی که احسان تقویم داد، باز عقل بر ما شما داد، درک بر ما شما داد، علوم را نصیب ما کرد، علوم را و تاریخ را انتقال میتیم، این را نصیب ما کرد. بر علاوه کل چیزش رب العالمین برای ما شما احساس و عاطفه را و وجدان را، این را الله متعال نصیب ما شما کرد. شما هر کدام از این که تفکر بکنین، بعد از او باز عظمت از انسان را انسان بیشترتر و بیشترتر درک میکنن. هر پهلوی از این چی عاطفه بلند را خداوند متعال نصیب انسان کرده است، چی احساس بلند را خداوند متعال نصیب انسان کرده، چی وجدان را نصیبش کرده که هر قدر که جنایت بکنی، یک روز قیامت خواه میکنی که تو خودت پی کلش پیش رویت میاد، یک تو خیلی غلطی کردی، نی غلطی کردی، نی غلطی کردی، و پس بر تو میگه که این کار خوبی نبود، پس باید پشیمانت بکنه و به طرف اصلاحات باید قدم بگذاری. اکنون تفاوت پاداش به اساس تفاوت عمل، ایره برای ما و شما مطرح میکنه. مقتضای آفرینش زیبایی است که انسان تنها خالق خود را عبادت بکنه و تنها از او بخواهد و تنها به سوی او رجوع بکند و توبه بکند و در همه قضایا شریعت الهی و قانون الهی را سرچشمه خود قرار بدهد. اما زمانی که انسان شکر خالق و عبادت و توحید را کنار میگذارد، با به طرف کفر و معاصی و بدبختی رو میارد، سرنوشت اسفبار در پیش روی خود میگیرد. ما انسان را با اون مقام بلند آفریدیم تا چی بکند؟ از عواطفش، از عقلش، از احساسش، از وجدانش استفاده بکنه و در تعمیر زمین کوشش بکنه و خدای واحد ولا شریکش را عبادت بکنه. ارگو انسان امی کار نکرد چی باز می شود؟ ثم رددنا اسفل السافلین، سپس ما را او را فروتر از همه پستان می گردانیم. ارگو ای کل ارزش ها را و ای کل ظرفیت ها را نادیده بگیرد، ارگو انسان این ظرفیت ها را نادیده بگیرد، ما هم ردش می کنیم اسفل السافلین، به پسترین مخلوق، به پسترین مخلوقی را عود میدیم. ولی فکر بکنین که قرآن کریم برای ما جای دیگری تو میفرماید که ما خود برای انسان چی داریم؟ ما برش عقل دادیم، ما برش چشم دادیم، ما برش گوش دادیم، یکی از این استفاده نکرد. وقتی که استفاده نکرد، باز میگه اولئک کل انعام بل هم اضل، ای انسان با این قامت زیباش میگه از حیوان کده هم گمراه‌تر است، از حیوان کده هم چی است؟ پست و پستر است. در اینجا میفرن که کل ظرفیت ها که برش داده شد ولی خوب استفاده نکرد. وقتی که نکرد، ثم رددناه، سپس ما او را برمیگردانیم، فروترش میکنیم، اسفل السافلین، از همه پستان، از همه پستان پستش میکنیم، از همه فرومایگان کوچکش میکنیم، اسفل السافلین، فرومانده ترین فروماندگان، پسترین پستان. این کلمه را برخی مفسرین به طول دیگر هم تعبیر میکنه، میگه ما انسان را به احسن تقویم آفریدیم. در خلال 30-40-50 سال بسیار قضایا را گرفتن و گرفتن و گرفتن، اما تو بالا و بالاتر میراد. به اصطلاح مگس که سری بینیش میشست، او را اجازه نمیداد، اصلا فکر از این نمیکرد که من ضعیف میشم. ولی یک وقت چی میشود؟ ثم رددناه اسفل السافلین، بعد از او باز کوچکش میکنم به بی نهایت کوچکی، این رقم کوچکش میکنم که نفر است. دیروز به اصلاح یک وزیر بود، برای خودش چی حساب میکرد، حالی گپ خود را نمیفهمد که من چی میگم. او روز گذاشته من یک جای رفتم، یکی از کلانا بود، ریسفید شده بود، یکی از مردم های بسیار نیک، خداوند متعال رحم سرش بکنه. چند دقیقه همراه ششتم، نمیفهمید که من چی میگم، چیزایی را میگفت که متاسفانه فرزندایش هم یک رقم میشد که علی پدر چطور چپ شد.
چی کنیم که پدر چپ شد؟ در حالی که پدر اتحادی آدم هم نبود، شار چوکی های بلند، ولایت ها و این چیزها را کرده، ولی وقتی که ریسفید شده دیگر نمیفهمه که ما چی سخن میکنم، چی باید بگویم، چی باید نگویم، همه تو گفته میرود، گفته میرود، گفته میرود. میگه همه انسان را ما یک فرصت دادیم، ولی یک محل دیگه چی میشود؟ وقتی که به معنویت ها اصلا توجه نکنه، ما این را هم انتو کوچک میکنیم و ضعیفش میکنیم. ما زیاد مردم ها را دیدیم که اما تو ضعیف میشوند و پس به حسب تعبیر الهی ما او را میگه به طرف طفولیت دیروزش درش میگردانیم. ولی علمای راسخ را هر قدر که ریستفید میشود، تعقلشان، تفکرشان، اما جایگاهشان به امو شکل زیبا میماند. خداوند متعال میرسه و زنده داشته باشد. یک آدم بسیار کلان سالی هسته، بسیار زیاد عمر دارد. من رفته بودم چند وقت پیش در خانهش، با وصف که از جای خود شور خورده نمیتونه، الله شاهد است که در رابطه همونجا چند دقیقه ششدیم، چنان معنویت زیبایی را از نظر قرآنی و از نظر کلام رب العالمین گرفتیم که می کل دنیا بر انسان بسیار کوچک می شود. الله متعال فکرش، حافظیش، تعبیرش به مو شکل الله متعال گذاشته. و ده ها شخصیت های علمی را ما به مو شکل می بینیم که الله متعال اینا را متحفظ می کند. بنابراین میگه یک تعداد را ما پس چی می کنیم؟ به طرف امو خاری و بیچارگی اونا را بر می گردانیم. ثم مرددنا اسفل السافلین. و قرآن میگه ما او را به ارزل عمر پس برش میگردانیم، به کوچکترین اما عمر برش میگردانیم. و رسول ما صلی الله علیه و سلم باز دعا هم امیر میکرد که خدایا ما به تو پناه میگرم، ان ارد الى ارزل العمر، از اینکه به خارترین عمر برگردم. دیگه مرا اق عمر نده که ما یک بار سنگین در خانه باشم، دختر و همسر و پسر و نواسه کل گمی را بگوی که دیگه زود رخصت شد. خدای مرا به موت عمر نرسان، مرا به عمر بگی که تعقل ما و فکر ما به اصلاح به جا بوده باشد. از این خاطر میگه یک تعداد را ما به موت یک عمر به ارزل عمر هم برمیگردانیم. به اساس از این قول مقصود از انسان برخ انسان هست، زیرا کل انسان ها به تو یک عمر طولانی نمیرسد. قول دیگر در تفسیر آیه ایست که مراد از اسفل السافلین دوزخ است، یعنی اگر او از الله اطاعت نکند و پیغمبران را پیروی نکند. ثم رددنا اسفل السافلین، باز همه انسان که یک طرف برای جنت بود از جنت خلاص می شود، در پایین ترین طبقه دوزخ قرار می گیرد. در این صورت مراد از انسان کسایی هستند که به دوزخ برگردانیده می شوند، یعنی کفار و مشرکین و کسایی که الله متعال را نافرمانی کردند. سپس مؤمنان را از این حکم استثناء می کند و می فرماید الا الذين آمنوا، مگر آنانی که ایمان آوردند. ما انسان را به بهترین قامت آفریدیم، ولی اکثر انسان رجوع نکرد به طرف ارزش ها، اکثر انسان پیام پیغمبران را نپذیرفت، اکثر انسان رجوع نکرد برای امی وجدان و عقل و وحی، هیچ کدام از ایرا قبول نکرد و نادیده گرفت. بنان در نتیجه نادیده گرفتن از ارزش ها موره به طرف دوزخ و به طرف پستی گرانیدیم. الا الذين امنوا، مگر آنانی که ایمان آوردند و عمل الصالحات، و کارهای شایسته ای را انجام دادند. پس همیشه عرف قرآن کریم امطور است که یک قوم را که ذکر میکنه حتما به قوم دیگری اشاره میکند، یک پهلو را که ذکر میکنه پهلوی دیگر را خامخا تذکر میدهد. الا الذين امنوا، مگر آنانی که ایمان آوردند. ایمان چی رقم؟ یعنی ببین که الله خالق، الله مالک، الله متصرف، الله معبود ماست، این نقاط است. کل تصرف از آن الله است و عبادت تنها باید او شود. و عمل الصالحات، با در روشنی وحی الهی کارهای شایسته ای کردند. فلهم اجر غیر ممنون، پس ایشان را است پاداش ناگسستنی و بیمنت، پاداشی که قطع نمی شود، غیر ممنون، پاداشی که قطع نمی شود، امروزه صبح نیست، نه پاداشی که دوام دارد و از طرف دیگری غیر ممنون، بیمنت هم
رب العالمین نصیبش میکنه، بدون از که احسان کس دیگر سرش بیاره. کل چیز در خدمت انسان میشد. آنقدر خداوند متعال برای انسان جایگاه میدهد. میگه که وقتی که به طرف میوه های جنت میبیند، کدام میوهی که مت خوشش بیاد، به طور مثال کدام سیب یا کدام گوشه انگور، یا به مو که اشاره بکنه فقط امو شاخچه پایین میشود و در خدمتش قرار میگیره که خودش اگر میکنه و اگر میگوید برای خدمش، اونا برش میاره. یعنی کلن این سیستم در خدمتش است و رب العالمین نصیبش میکند. هر چیزی که به اصلاح زنده بوده باشه، الله امور نصیبش میکنه. و تا اون انسان میگه آهو پیش رویش دیر میشود و میگه که امی آهو را ذبح بکنن، امو آهو را ذبح میکنه برش و امو را کباب شده پیش رویش میاره. بزودترین فرصته. نعمت هایی است که سبحان الله تعجب انسان میکنه که رسول ما صلی الله علیه و سلم او را برای ما شما بیان کرده است. بنان الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر، پس برایشان پاداشی است غیر ممنون قطع ناشده، غیر ممنون بیمنت الله متعال این نعمت را برش میگذارد. ما در دنیا که هر قدر ایچی باشیم، پیسدار هم باشیم، بازم که یک کمک استفاده بیشتر شود، باز یک رقم میترسیم که بخیان مالی خلاص نشود. اما تو میگه او باشه کمک احتیاط خوب بکن، اما تو میگم که یعنی ممکن است که خلاص شود، ولی در جنت که از هر قدر که استفاده بکنیم خلاص نمیشود. در حدیث میگه که میگم میویشه که قطع بکنی جای به جای بیوزش دیگهش میبره، جای به جای فوراً در اونجا پیدا می شود. پس الله متعال امتو یک نعمت را برای مسلمان نصیب می کنه و خداوند متعال ما شما را محرومش نسازد. وقتی که میگه که کسایی که ایمان آوردن و عمل صالحات، ما پیشتر هم چندین بار این را تأکید می کنه. وقتی که در قرآن کریم شما عمل صالح را مشنوین، مراد چی است؟ عملی که مطابق به مقتضای شریعت باشد. یعنی بدعت عمل صالح نیست، اگرچه تو بر صالح بودی. هر کاری که شما میکنین عمل صالح وقت است که دو بال داشته باشد. یکی بال اخلاص داشته باشد، فقط به خاطر خدای کار را بکنی. بال دومش مطابقت با شریعت الهی باشد. بنان هر گاه ما عمل میکنیم او را به مقتضای شریعت نکنیم و یا به مقتضای شریعت بکنیم خو اخلاص در او نداشته باشیم، او عمل صالح نیست. پس عمل صالح عبارت از عمل است که او در روشنی شریعت الهی و به خاطر خداوند متعال صورت بگیرد. بعد از او اثبات میکنه معاد و عدل الهی را. فما یکذبک بعد بالدین، پس ای انسان ناسپاس، چی چیز باعث می شود که تو روز جزا و معاد را تکذیب بکنی؟ چی چیز باعث می شود که تو تکذیب بکنی قیامت را؟ چی باعث می شود؟ چون اگر تو درباره مبدا خلقت و آفرینش و زیبایی خود اندک تأمل بکنی، به این حقیقت خامخواه پی می بری که خداوند متعال چنین قدرت بمثالی داره که موار مخلوق را آفرید با این زیبایی، با این قامت عجیب و غریب، با این تفکر، با این تعقل. بنابراین اتمن نعمتهای خداوند متعال چی میکنی؟ سر خود حساب میکنی و باز در این فکر میکنی که فما یکذب بعد بالدین، چی چیز سبب تکذیب تو شده که تو ارزش هایی که خدا برات مطرح کرده او را نادیده بگیری. با وسوسه که اگر در خود فکر بکنی از چی آفریده شدی؟ از نطفه آفریده شدی. بعد از او باز در تو چی تغییرات آورد؟ ثم علق، باز به خون بسته تبدیلت کرد. باز آخر در دنیا که هم آمدی، در دنیا که آمدی چشم داشتی خب نمیفهمیدی که یعنی چی، دست داشتی خو نمیفهمیدی. رب العالمین آهسته آهسته برای تو چی داد؟ حواس برات به فعالیت انداخت. بعد از او به خداوند متعال عقل برات داد. بعد از خداوند متعال برات وحی داد. ای کل معارف را نصیب تو کرد. سر از این هم فما یکذبک بعد بالدین، و چی چیز ای انسان ناسپاس باعث شد که تو جزا را و معاد را و آفرینش خود را ایره کلش فراموش بکنی و تکذیب بکنی. در پایان باز به سوی داوری و عدلانه الله متعال اشاره می کند و می فرماید الیس الله به احکم الحاکمین، آیا الله داورترین داوران نیست؟ این آیه تأکید همه مضامین سوره است. یعنی اگر
او انسان را در صورت تکذیب و مخالفتش به اسفل السافلین باز میگرداند، در صورت ایمان آوردن به جای آوری اعمال صالحه برایش پاداش ناگسستنی هم میده. این همه ناشی از چی است؟ از عدل خداوند متعال، چرا که الله تعالی فرمان رواترین فرمان روایان است و داورترین داوران است، حاکمترین حاکمان است. پس او انسان را بر اساس قانون آفرینش مطابق عمل کردش جزا میدهد، یا به طرف مکافات میره که جنت است، یا به طرف اسفل السافلین که همان دوزخ است با او را قرار میدهد. پس ملامت کی است؟ ملامت خود انسان است انگامی که به طرف اسفل السافلین برود، زیرا نه از عقل استفاده کرد، نه از تاریخ استفاده کرد، نه از منابع تفکر استفاده کرد، نه از وحی استفاده کرد. پس این انسان سزاوار عزیزه که به چنین مصیبت و بدبختی دچار شود. الیس الله به احکم الحاکمین. در اینجا شما ببینید که گفت که الیس الله، نگفت که رحمان و رحیم و صفات را نگفت، بلکه اسم ازلی الله متعال که الله اسم است جامع برای همه صفات و کمالات الهی، او را بر ما شما ذکر کرد. الیس الله آیا ذاتی که همه مخلوق حوائج را از او می خواهد؟ به احکم الحاکمین، حاکمترین حاکمان است. بعد میگه که الیس الله آیا ذاتی که معبود بر حق است، حاجت روای مخلوق است و شأن و عظمت چنان بلند است که همه مخلوق برش متحیر است، او حاکمترین حاکمان است؟ جواب در خود کلمه است که بله، الله حاکمترین حاکم است، الله داورترین داور است. این جواب را خود ما چی میگیم؟ در جمله میگیم. و از این خاطر در حدیث رسول ما صلی الله علیه و سلم جواب هم ذکر میشه که پیامبر خدا میگه که وقتی که میگه الیس الله به احکم الحاکمین، آیا خداوند متعال حاکمترین حاکمان است؟ باز میگه بله، اما طور است که خداوند متعال بهترین قاضی ها است و او بهترین داوری میکند و بهترین حاکمیت میکند.